در پایان نشست سالانه رهبران کشورهای گروه 8 در ایرلند شمالی بیانیه‌ای در مورد سوریه صادر شد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم آن را امضا کرد. پس از دو روز گفتگو بین رهبران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان که محور اصلی آن سوریه بود، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و میزبان این اجلاس خوشبین به نظر میرسد. آقای کامرون گفت این که بین ما نظرهای متفاوتی وجود داشت یک راز پنهان نیست اما همه ما در مورد ضرورت پایان درگیری های سوریه و کمک به مردم این کشور اتفاق نظر داریم, اتفاق نظر داریم. <applause> همچنین برای اولین بار آقای کامرون وفاداران بشار اسد را مورد خطاب قرار داد و آشکاران از آنها خواست که منفعت کشورشان را در نظر بگیرند و دست از حمایت از بشار اسد بکشند <تصف> او به حامیان رژیم سوریه گفت که سرنوشتشان با سرنوشت بشار اسد گره نخورده است از سوی دیگر رئیس جمهوری سوریه ارسال سلاح برای حکومت سوریه را توجیه کرد و آن را در چارچوب قوانین بین‌المللی خواند. او همچنین هشدار داد که سلاح‌های ارسالی به مخالفان سوریه ممکن است روزی در خود اروپا استفاده شوند. آقای پوتین گفت: به نظر ما هر گونه تصمیمی مبنی بر ارائه سلاح به مخالفان سوری بر اساس اتهامات ثابت نشده استفاده از سلاح شیمیایی تنها بر بی‌ثباتی اوضاع دامن می‌زند. جیمز فرینی گزارشگر یورونیوز از محل برگزاری اجلاس سران گروه هشت در بلفاست میگوید اختلاف نظر بین روسیه و قدرت های غربی آشکار بود اما آنچه روشن نیست این است که آیا حمایت آقای پوتین برای پیدا کردن یک راه حل مسالمت آمیز موثر خواهد بود یا خیر مسکو هنوز به ارسال اسلحه به رژیم بشار اسد ادامه میدهد